برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب. آقای فراغت، لطفاً به صورت کوتاه تحلیل خودتون را پیرامون گزارش اخیر بانک جهانی در رابطه با وضعیت امنیتی غذایی در دنیا به ویژه ایران بیان بفرمایید. درود و ادب. همطوری که فرمودید سعی میکنم کوتاه. امنیت غذایی یکی از پایه‌های امنیتی ملیه. تمام امنیت‌ها در حوزه‌های مختلف تحت تأثیر امنیت غذاییه. این نکته خیلی مهمه. تمام سیستم‌ها و حکومت‌های خودکامه، توتالیتر و ایدئولوژیک چون برخلاف نظم جهانی زندگی می‌کنن و جهان ستیز هستن، در فرایند زبان کشورهایشون رو دچار فقر و فلاکت میکنن. کشوری هم که فقیر باشه ناخودآگاه دچار چالش های امنیت غذایی میشه و اونجاست که انقلاب گرسنگان و شورش گرسنگان رو پیش بینی کردن کارشناسان جهانی. اگر بخوام راجع به ایران خودمون صحبت کنم، الان در هر نونوایی که بری، اینو خودم با چشمان غیر مسلح تجربه کردم، بیشتر از 4 تا نون بربری نمیدن. یعنی کارتی که بکشی کارتخان اجازه نمیده بیشتر از 4 تا نون رو پولش واریز بشه. همین نشون میده که ما توی زمینه گندم و آرد دچار مشکل هستیم و امنیت غذاییمون تحت تاثیر قرار گرفته. پس نتیجه میگیریم که جوامع خودکامه، توتالیتر و ایدولوژیک چون برخلاف نظم جهانی زندگی میکنن، کشورهاشون در فرایند زمان دچار فقر و فلاکت میشه و اسم کشورهایی هم که تو گزارشتون دادید خود به خود گواه این واقعیت هست. از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما را به خدا میسپارم. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران.